من دکتر ناصر عابدی با بیش از 21 سال سابقه وکالت در کانادا در دعاوی حقوقی مربوط به امور خانواده، خرید و فروش مستغلات و حقوق مهاجرت در خدمت شما خواهم. با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC. اسد زری‌مهر هستم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارم ملاحظه میکنم. پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر خدمت شما عرض کنم که این برنامه اطلاع رسانیه، به هیچ عنوان به عنوان مشاوره و مشورت حقوقی به حساب نیاد. اگه بخواید مشورت حقوقی داشته باشین میتونید با شماره تلفنی که پای صفحه تلویزیون میبینید تماس بگیرید و مشکلاتتون با امید خدا حل بشه. آقای دکتر، تا وقتی که انسان هست، اشتباه هم میکنه، بالاخره یک دم و دستگاهی باشه که این اشتباهاتو قضاوت بکنه و داوری بکنه. و مهمترین چیزی که در زندگی همه هست مشکلات خانوادگیه. بیزینس گاهی پیش میاد، نمیدونم ارث گاهی پیش میاد، ولی مدام نیست. بیزینس میکنی بعد میره پی کار شما مدتی، ولی زندگی خانوادگی رو تو هر روز داری تجربه میکنی و پیش میری و این مشکلات خب طبیعتا بیشتر از بقیه بیزینس هاست. حالا دادگاه ها بازم مسائل خانوادگی رو پی میگیرن دیگه و باید حل بکنن. بله، شما در هفته چقدر چند تا حل میکنید؟ پیش میاد؟ ببینید، فرمایش شما کاملا درسته آقای زری‌مهر. مشکلی که وجود داره اینه که وقتی که دو نفر با هم هستن و با هم تصمیم میگیرن، با هم زندگی میکنن، حالا چه در مسئله اقتصادی باشه به عنوان بیزینس، چه به عنوان مسئله خانوادگی باشه، اختلافات پیش میاد. همونطور که در برنامه قبل عرض کردم، بعضی مواقع میشه که اختلافات رفع بشه با اگر در زمینه خب دوستان هست بین بیزینس، خب میتونن دوستان دیگه بیان رو بیزینس نظر بدن، همکارانشون بیان نظر بدن، حکمیت بکنن و به نوعی مسئله رو رفع و رجوع کنن، سوء تفاهم رجوع کنن، بعد هم یه وکیلی اون انتهای کار استخدام بشه که اون رفع بکنه اختلاف رو، اگر نذاره کار به دادگاه بکشه و نذاره کار به امور قضایی کشته بشه که دو طرف منافعشون رو حفظ در این عالم حل شه. که به سری موارد ما می‌بینیم که اگر در مسائل بیزینسی کسی سوء نیت و تخلف نداشته باشه، 99% من دیدم که مسائل با دوستانه حل میشه بین شرکا، چون از اول به امید اومده بودن و به امیدم رفتن. حالا یا بعضی شرکا به عنوان کارشناس، چند تا کارشناس میشینن کنار هم کاری رو شروع میکنن. مثلا کارشناس حرفه‌ایه، مثلا حرفه مهندسی، حرفه حسابداری، حرفه وکالت، خب یه سری میان و یه سری کارهای حرفه‌ای رو با هم شروع میکنن، اونها یه سری کارشناس در یه امری، یا نه دیگه یه جام هست که میکس میشن، چند تا کارشناس میشینن کنار هم دیگه و یک شرکتی رو تأسیس میکنن و این مسئله رو راه میندازن. من دیدم که یه سری شرکت‌های بزرگ هستن که مثلا پلامینگ توشونه، برقکار توشونه، نجار توشونه، یعنی جوریه که از اول تا آخر کارو که به عهده بگیرن در هر قسمت کارشناس دارن و هر کارشناس هم برای خودش یه بخشی رو یا به طور مستقل یا به طور شریک با قرارداد. خب اینا اومدن با هم دیگه کار کردن، قرارداد رو نوشته شده و میشه حل کرد. در امور زناشویی متاسفانه شرایط خیلی سخت‌تره، به دلیل اینکه همونطور که در برنامه قبل گفتم مشکلمون اینه که قوانین خانواده پیچیده است، به اضافه اینکه عناصری که به عنوان افرادی که درگیرن تو این مسئله فقط همسران نیستن، زن و شوهر نیست، بلکه بچه هم هستن که متأثر میشن از این واقعه جدایی. یعنی مشکلمون رو این قسمت در حقیقت که بچه ها وارد خواستی و ناخواسته متأثر میشه. برای همین هم هستش که بسیاری موارد بعضی مواقع بچه ها با مشکلات روحی مواجه میشن و باید به نقل معروف باید از حرفه های مختلف به عنوان کانسلینگ یا روانشناس استفاده کرد
که کمک کنن که خدای نکرده به بچه‌ها آسیب روحی روانی وارد نشه، چون این پروسه بسیار سختیه. خب بچه‌ها هم به نوعی هم عاشق پدرن هم عاشق مادر، ضربه روحیه، در دامن مادر بزرگ شدن و کنار پدر زندگی کردن و پدر و مادر به عنوان یک حامی براشون بوده، براشون خب سخته که ببینن که یکیشون نیست، یکیشون نیست و مشکل نیست که یکیشون هم نیست، ممکنه این دوتا با هم درگیر بشن و اتهاماتی به هم بزنن و این مسئله به گوش بچه ها برسه و خود به خود آثار روحی روانی رو روان بچه ها ایجاد میکنه. برای همینم مسئله خیلی حساسه. یعنی مثلا ما اگه به بیزینس برگردیم، میگیم خب دو نفر بیزینس کردن، مشکل نداریم. اکثر بیزینس ها با میانجیگری حل میشه؟ اگر تقلب نباشه آره، اگر یکی نیومده باشه پولا رو منتقل کرده باشه به ترت پارتی آره، اگر که سوء تفاهمی باشه که مدیریت چجوری انجام میشه، خب یکی میگه من اینجوری میخوام بکنم، نظرش هم درست ممکنه باشه، یکی دیگه میگه من میخوام اونجوری کنم، نظرش هم میتونه درست باشه. حالا این دوتا دیگه بعد از 5 سال 10 سال 15 سال نمیتونم با هم بیزینس کنم. من الان موکلایی رو دارم که سن بازنشستگیم گذشته و هنوز تو کارن و از جوونی با همن تا الان و الان هم خودشون هستن هم بچه هاشون هستن، دارن نظارت میکنن و خودشون ممان ناظر هستن، بچه ها به ممان هیچ مشکلی هم نداره و مشکلی هم ببینید مشکل مسلم بعد این مشکل چیه؟ آیا مثلا سوء تفاهم نقطه نظر دیگه ای دارن در عمل یا اینکه نه ریشه ایه سوء استفاده است؟ مثلا اینکه که پولا رو برداشته از طرف دیگران هم قرارداد بسته حالا گذاشته رفته، خب اون فرق میکنه با اینکه دو نفر نشستن سالها کنار هم با هم غذا میخورن با هم رابطه خانوادگی دارن، بچهای همدیگه بچه‌هاشون همدیگه رو به عنوان بزرگتر نگاه میکنن، به عنوان مثلا دو تا شریک و به عنوان دو تا عمو مثلا ما میگیم، مثلا ممکنه به عنوان عمو حساب کنن یا دایی حساب کنن، کسایی که سالها کمکشون کرده کنار پدرشون بوده، خب به عنوان اهرم، خب اون مال بیزینسه. ولی در مسئله خانوادگی مسئله کاملا تفاوت داره، اختلافات کاملا به صورت اتمسفر قضیه و افرادی که هستن خیلی فرق میکنن. اون دو نفر که تو بیزینس بودن دوتا $100,000 مثلا دادن، دوتا $2,000,000 در جوونیشو که مثلا مال 40 سال پیش بوده دادن، یه شریک هم. ولی اینجا اصلا مسئله مالی نبوده، یه خانومی و یه آقایی ما در ایران ازدواج کرد طبق رسوم ایرانی، پس ازدواج واقعیه. بله، یعنی این نیست که مثلا یکی در یک کشور دیگه بوده باشه یکی در ایران بوده باشه، نه دو تا در ایران هست. توی ترم قانونی ازدواج یک قرارداد قانونی دیگه، درسته؟ طبق قوانین ایران ازدواج عقده و عقد یک نوع قرارداده، برای همین هم مسئله مهریه مطرح میشه به عنوان قرارداد ازدواج نه به عنوان یک واقعه. به طب ما ازدواج واقعیه، زن و شوهر با هم ازدواج کردن، حالا اومدن در میتونه در ایران هم اتفاق افتاده باشه، بحثی درش نیست، ما داریم راجع به مسئله حقوقی فقط صحبت کنیم، بحث فعلا نمیگیم کسایی که تو کانادا هستن. خب حالا از هم میخوان جدا شن، حالا میخوان جدا شن، بحث جداییش یک طرف، خسارت روحی روانی که بچه‌ها میزنه یه بحث دیگه است. حالا ما میگیم این به جایی که در ایران جدا شن حالا اومدن تو کانادا جدا میشن، چون اگه تو ایران جدا شن شرایط قانونی فرق میکنه، حقوق آقایون و حقوق خانم‌ها فرق میکنه، حقوق بچه‌ها فرق میکنه، مسئله مهریه یه جور دیگه برخورد میشه، مسئله تقسیم اموال به نوعی دیگه است طبق قوانین ایرانه. حالا میایم توی کانادا، ما میگیم آقا جون در کانادا مشکلات زیادتره، به دلیل اینکه اونجوری که زن و شوهر در ایران به عنوان همسر یه سری از بچگی تا سن مثلا 25 سالگی 30 سالگی که به فکر مهاجرت کردن میدن، یک نوع قوانین دیگه‌ای حاکم بر روابطشون بوده. وقتی وارد کانادا میشی به عنوان مقیم یا به عنوان سیتیزن، که اولش همه مقیم میشن اقامت میگیرن برای مدت 3 سال 4 سال که واسه سیتیزن اقدام میکنن، بعد وارد مسئله سیتیزنشیپ میشن، همیشه سیتیزن کانادا. خب بعد از اینکه شما در کانادا بودین به تبع شما تابع قوانین کانادا هستید، حضانت بچه طبق قوانین کانادا است دیگه، به قوانین ایران ربطی نداره. بسیار موارد دوستان میان میگن که مثلا ما اگه تو ایران بودیم این چنینی حقوق داشتیم،
به عنوان مرد یا به عنوان زن، یا این مسائل بوده. بحث عمده اینه که شما در ایران دیگه نیستید، شما وارد کانادا شدید. اگر زن و شوهر مایلن که قوانین ایران نسبت به روابط زن و شوهرشون و نسبت به مسئله طلاقشون و جداییشون حقوق زن و مرد رو مشخص کنه، مشکلی نیست. افراد میتونن، حق دارن که این اختیار رو دارن که انتخاب بکنن، میتونن جفتشون برن ایران طبق قوانین ایران طلاق بگیرن، طبق قوانین ایران قرارداد ببندن و طبق قوانین ایران کارها رو خاتمه بدن. و در کانادا که میشه باید قوانین اینجا رو هم مراعات بکنن دیگه. مثلا در نه 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 بس همینه. اگر کسی بره طبق قوانین ایران تمام کاراش انجام بده، تقسیم اموالش انجام بده، طلاقش انجام بده، مسائلش رو بگیره، مهریه‌اش کامل بر اساس قوانین اینجا، مشکلی نخواهد به دلیل اینکه خودش خواستن قوانین ایران باشه، هیچ مشکلی نیست. ما داشتیم که مثلا در بعضی موارد بوده که خانم‌ها مایل بودن که مهریه‌شون برن تو ایران اجرا بذارن، بردن تو ایران اجرا گذاشتن، طبق قوانین ایران اقدام کردن، چون به نفعشون بوده در ایران. بله. من نمیتونم بگم که خلافه، به دلیل اینکه ما هیچ وقت در کانادا ندیدیم که، یعنی این نیست که اگر یک طلاقی در یک کشور دیگه ای انجام شده باشه و دو طرف توافق کرده باشه و قوانین ما اون طلاق رو به رسمیت شناخته بشه و عنصرهای مختلف مثل تقلب و کلاهبرداری و مثلا چیز نبوده باشه و دو طرف صادقانه با میل شخصی رفتن وارد قوانین ایران شدن و وکیل هم اونجا گرفتن. آقای دکتر یک سوال واسه من پیش اومد. من نمیگم کار درستیه ها، ببینید من نمیگم کار درستیه، میخوام بگم که انسان اختیار داره که خودش ببینه چه قوانینی تابه میتونه اجرا کننده و حاکم بر رفتار و گفتارش باشه. به طب اگر یه خانومی مثلا 5000 سکه طلا مهریشه اینجا و توی ایرانم اموال وجود داره، خب این خیلی فرق میکنه با خانومی که مهریش 100 سکه است یا 50 سکه است و اینجا طرف مقابلش هیچی نداره در حالی که اموال داره. به طب میگم اینا بحثای من فقط میخوام سوال مطرح کنم. من نمیگم که ما اصطلاحا میگیم صلاحیت قضایی کشوری رو که مثلا شما دادگاه رو تابع کدوم دادگاه باشید، این به نظر من یه مسئله پیچیده ایه. ولی خب یکی احساس میکنه که مثلا طرف مقابلش بدهکار تو ایران اموال داره، حالا میخواد بره طبق قوانین ایران اموال رو توقیف کنه، حق حقوقش رو بهتر میتونه بگیره. بعضی موقع اینجا من نمیگم که در همون مقطع اگر همچی کاری بکنه همسرش نمیاد تو کانادا اقامه دعوا کنه و بگه ما اینجا هستیم و سعی کنه صلاحیت دادگاه رو بیاره کانادا، یا حداقل بگه اوکی اونجا میخواد واسه خودش کار بکنه بکنه، ولی من اینجا میخوام احکام به این صورت صادر شه. یعنی دادگاه کانادایی صلاحیت داره. من دارم میگم در مواردی که دو طرف، یعنی هم آقا و هم خانم، با هم توافق مثل سپریشن اگریمنت میمونه، به جایی که ما بنویسیم اینجا دوست دارن برن طبق قوانین ایران بنویسن توافق جدایی، دقیقاً به جایی که بیان طبق قوانین کانادا هم خودشون رو ملزم میدن طبق قوانین کشور مطبوع خودشون بنویسن و طبق قوانین کشور مطبوع خودشون دادگاه رو انتخاب کنن، طلاقش هم بگیرن، هر کاری دارن بکنن. من نمیگم درسته، فقط میگم اگه یکی از اونها نخواد بره ایران چی؟ خب اونجا بحث دعوا پیش میاد در دادگاه کانادایی، بحث همینه. من عرضم هم همین بود و اولش هم گفتم اگه یکی بره و یکی میتونه اقامه دعوا کنه در کانادا، چون یکی موافق نبوده و به طب قوانین کانادایی وقتی که بچه در کانادا زندگی میکنه، وقتی که یک سری اموال کاناداست، به طب من فکر میکنم که از همه لحاظ به نفع دو طرف هستش که در کانادا اقامه دعوا بشه. اگه قرار دعوا بشه، من نمیگم دعوا بشه، میتونن با هم ببینید ما مشکل اینه که همیشه میگیم بعد برن دعوا کنن، نه من پیشنهاد میکنم به توافق داشته باشن، به جای اینکه این توافقو برن تو ایران بکنن بیان یه قرارداد شبیه همونم در کانادا بنویسن، میشه دو تا قرارداد در دو تا کشور مختلف و طبق قوانین کانادایی قرارداد لازم الاجراست در قوانین کانادایی، چون دو طرف دقیقا مطرح کردن شرایطش رو، حقوقشون رو، چی میخوان. آقا من میخوام که مثلا حضانت بچه بر اساس قوانین کانادا این باشه، تو قوانین ایران هم همون رو پیشبینی کردی، دو تا مدل، ولی دو تا قرارداده. بعضی میگن ما برای چی باید دو تا قرارداد داشته باشیم؟ به دلیل اینکه شما در دو کشور مختلف میخواین قرارداد رو اجرا کنی،
به طور اگر یکی از دو طرف بیاد توی دادگاه بگه که اون قراردادی که اونجا بسته شده چرا داره به کانادا، مثلا اگر که در قوانین ایران یه قراردادی بسته شده دو طرف هم موافق بودن، حالا یکی اجازه داره اینو چالش کنه، به دنگ میگه من فکر میکنم که حقوقم رعایت نشده، من لیگل ادوایز از وکیل کانادایی نگرفتم، شرایطی که ما در کانادا برای ثبت یک تنظیم یک قرارداد و قوانینمون تنظیم میکنیم خیلی فرق میکنه با قوانین ایران. به طب چون ما دو ملیتی داریم و میخوایم این قرارداد در دو کشور اجرا شه، به طب اگه میخوایم این دو کشور قرارداد محترم بدونن، باید یک دونه قرارداد در کانادا باشه، یک دونه قرارداد در ایران باشه. قرارداد ایران طبق قوانین ایران هر جوری که هست که نشون بده که دو طرف چه تعهداتی دارن، یه قرارداد در کانادا که نشون بده که دو طرف تعهدات و شرایط قرارداد و تنظیم قرارداد و اجرای قرارداد رو محترم دونستم و اجرا کردم و در نظر گرفتن در زمان انعقاد قرارداد و امضای اون. این خیلی مهمه به نظر من که ما دو طرف رو نگاه کنیم، بگیم که اوکی مشکل اینه که ما یک دو تبعیتی داریم، تبعیت ایران و تبعیت کانادا، یا مثلا تبعیت آلمان و تبعیت کانادا. خب ما داریم دیگه الان یه سری عزیزان دو تبعیتن، نظرات ایران، همسرشون مثلا مقیم سوئد یا مقیم آلمان خارجیه، خود این را ایرانی هست و اومدن اینجا، بعد در اینجا جدا شده. خب این مطلب رو ما باید در نظر بگیریم که این مشکل وجود داره و اگر بخوایم که یه سری حقوق رو در نظر بگیریم، ضرورتاً هم نباید پرونده بره دادگاه، میتونه به طور مسالمت آمیز باشه، وکلای همسرا با هم مذاکره کنن، اگر در چهار تا کشور، در دو تا کشورن، در دو تا کشور هماهنگ کنن که این مشکل حقوقی حل بشه. این به اصطلاح میشه گفتش که یه مشکلی که ما دو که اگه بخوایم در دو کشور قرارداد رو به مرحله اجرا در بیاریم. ممنونم، متاسفانه وقتمون تمام شده، ما مجبوریم که تا هفته آینده از شما و از بینندگانمون خداحافظی بکنیم. مرسی از توضیحات جامعتون. با تشکر از شما و با تشکر از بچه های اتاق فرمان که زحمت کشن این برنامه رو دارن ضبط میکنن، با تشکر از هم بینندگان محترمی که این برنامه رو تماشا میکنن، امیدوارم که مورد استفاده شون واقع بشه. تا هفته آینده، خدا نگهدار. مسیر زندگی همیشه هموار نیست، ما در ناهمواری ها در کنار شما خواهیم بود. تخصص ما دفاع از حقوق شماست.